سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من منوچهر هستم و این درس شماره 35 از کتاب آموزش طراحی 1400. خیلی خوشحالم که یه روز دیگه میبینمتون. بریم سری سراغ درسمون، وقتتون رو زیاد نگیرم. امیدوارم که خوب تمرین کرده باشید و فقط بیننده ویدیوها نباشید. خب، ما یک مکعب داشتیم، اگه یادتون باشه، مکعب ایزومتریک. خب میخوام رو بکشم و به درس قبلیمون که ما یک زانوی کشیدیم ربط داره. بعد شما قرار نیست تو این درس ها لوله کشی یاد بگیریم، ولی اینها ربط داره به چیزهایی که تو آینده قراره که یاد بگیریم و تمرین بکنیم و اینا یه سری نکته هایی توش داره که اشاره مستقیم به درس های آینده داره. خب من یک مکعب ایزومتریک میکشم و با خودکارم دارم میکشم. بچه‌ها دقت بکنید، با خودکار میکشم. شما با خودکار بکشید، یه ذره دیگه تعامل کنید، چند تا درس بعدی دیگه یه توضیحات بیشتر در مورد سایه ها بدم، بهتون میگم که دیگه با مداد کار بکنید و میبینید که این مدت که با خودکار کار کردید چقدر دستتون قوی تر شده. خب یه مکعب ایزومتریک میخوام بکشم. میبینید با حرکت رفت و برگشت یه خط، خط رأسش رو میکشم. خب مکعب جوری برنامه ریزی میکنم که از کاغذم بیرون نزنه. این خط باید با این موازی باشه. اینا رو من قبلا گفتم ولی حالا یه بار دیگه خیلی کوچولو دارم میگم. و این خط هم با ایشون. حالا صدرش رو بکشیم. میخوام یه مقدار این مکعب من مکعب مستطیل باشه، یعنی این زل من کوتاه‌تر باشه، اینجا این صفحه من کوتاه‌تر و این بزرگتر، شبیه کیس میشه، شبیه کیس کامپیوتر میشه. من قراره که بچه توی این فضا اون لوله کشیه رو ترسیم کنم، یعنی یه فضای سه بعدی مکعبی رو قرار ما تصور کنیم یا بکشیم و بعد اون لوله کشیه رو داخل این بپوشونیم. حالا میبینید. ببینید ما، یعنی من و شما، یک پروفیلی، یک لوله‌ای که یه مسیری حرکت کرده رو می‌خوایم بکشیم که ببینید از اینجا میاد، شروعشه، قراره بیاد این گوشه، یه زانویی بخوره، بیاد تقریبا وسطای این مکعب ولی روی این صفحه و بعد بیاد سمت وسط، بعد عمود بیاد پایین ولی نه تا ته، نزدیکایی ده. خب اینید نقطه میذاره اون جاهایی که پیچ میخوره، تغییر جهت میده. الان اگه دقت کنید هر مسیری که حرکت کرده زاویه 90 درجه داشته، یه 90 درجه 90 درجه 90 درجه، ولی این سری قراره که دیگه این شکلی بریم، یعنی اگه بخوایم دوره زاویه بزنیم میشه 90 درجه، ولی منظورم اینه که توی جهت یال‌های این مکعب قرار نیست که حرکت بکنه و از اینجا بیاد به این یال برسه. اما چه جوری ما کجا بفهمیم که این اینجا باید رو به بالا باشه، این خطه، این مسیری که این لوله میخواد بره باید چه جوری باشه، اینا از کجا بفهمیم؟ ببینید این لوله هم اگه از سر این یاله نیومده بود، اگه ما از این کمک بگیریم و صاف بیایم پایین، مثلا میشه اینجا، یعنی انگار که این یه روبانی که دور یک
یک جعبه کادوی مکعبی میپیچونیمش. خب اینجوری چرخیده دورش دیگه و دوره میچرخیم میایم اینور. حواستون باشه که موازی این خط حرکت کنید و جایی که امتداد این نقطه هست و برخورد میکنه میشه این فاصله این نقطه از کف این مکعب ما. حالا این مقدار فاصله هر رو از این نقطه تا اینجا اگر روی این گوشه پیاده بکنی پیدا بکنی مثلا میشه اینجا. خب پس این نقطه باید تا اینجا وصل بشه. وقتی که قرار باشه تو همین ارتفاع فقط تو این زاویه بره باید تو اینجا وصل شه. اگه قرار بالاتر بره که بیمهش بالاتر پایینتر و پایینتر. ولی میتونیم یه کار راحت تری هم بکنیم. این نقطه رو من پیدا کردم دیگه، یه خط میتونم بکشم به این گوشه و بیام موازی این خط از این نقطه خط بکشم. میبینی تقریبا همون در میاد، دقیقا همون در میاد. پس اینجا میشه انتهای کار ما. خب اینجا شروعه. بچه ها این مکعب رو یادتونه دیگه، ما بیزی ها دایره هایی که روی این بود و بهتون میگفتم چجوری میشه از دید ما وقتی که بیزی دیده میشن چه شکلی میشن، زاویهشون چجوریه. خب یادتونه که دوربین بگیرش این. خب دوربین بگیر سر جات. خب ما از اینجا که شروع میکنیم همچین چیزی رو باید پیاده بکنیم و به تبع این دایره ما به صورت بیزی که دیده میشه بیزیش این شکلیه. این رو قرار نیست همیشه بکشید، وقتی که چند تا کار بکنید قشنگ دیگه حفظ میشه و مشخص میشه که این شکلیه. خب من میام اینجا یک حالا اول کار یه صفحه ای از اون مکعب رو میکشم و توی اون بیزینگ رو در میارم و دیگه وقتی که میدونم قرار یه لوله ای بکشم که بیاد این و پس اون طرف بیزی من دیده نمیشه، پس یه طرفشه که فقط دیده میشه رو میکشم. به مرکز بودن این نقطه توی این بیزی خیلی دقت بکنید بچه ها، امکان کج شدنش خیلی زیاده توی این حالت. خب کاری که ما باید بکنیم این خطهایی که الان ما مسیری که برای این لوله کشیدیم بچه ها خطهایی هستن که از وسط لوله حرکت میکنن. یک استوانه که باشه لوله این خط وسطه، ما خطهای بالا و پایینش رو باید بکشیم. پس کافیه که از لبه این بیزی ما خطهای موازی با این مسیر بکش. سعی میکنم به خودکار کمرنگ بکشم و بچه رو دقت کنیم من خط رو رد میکنم، مسیر رو، یعنی اینجا تموم میشه و یه ذره بلندتر میکشم که بعدا اینجا رو جمع بکنم. اصلا عجله نکنید تو کشیدنتون. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی جلسه قبلی که اون زانویه بود قشنگ یادتونه اینجا یک کره به وجود می اومد، اونجایی که زانوی بود کره به وجود می اومد. دوباره از امتداد این کره باید خط بکشم بیام اینجا. حواستون باشه که قطر لولتون کم و زیاد نشه. خب اینجا به مرکزیت این نقطه دور کره رو میکشم و به این سمت میرم. به مرکزیت این نقطه دوباره کره بعدی چون زانویه میدونم با خودکار خیلی سخته ها، قراره که سختی بکشید، یعنی با سختی بکشید که یک باره با مداد کارتون راحت تر بشه. خب باید اینو الان بیام پایین. خب دوره به مرکزیت این یک کره میکشم
اگه بزرگ کوچیک شد اصلاحش میکنم حالا جلوتر. دوباره موماس از کرم ادامه این مسیر رو میکشم، اینجا یک کره میکشم. بچه ها کره این کره که رو لبن از مکعب میزنم بیرون ها، اگه یه وقت داشتید میکشید که از مکعبتون میزد بیرون زیاد تعجب نکنید، فکر نکنید که اشتباه میکشید، باید داخل مکعب باشه، نه میزنه بیرون چون ما روی مرز مکعب کشیدیم. بعد میام پایین و اینجا دیگه مکعب نمیکشم، بیزی میکشم. بیزی ابتدا یک استوانه بود، اینجا بیزی میکشیم و استوانه میکشیم، این بیزی است کم مرتبش میکنم. اون برش هم کسا نیاز نداشت. حالا تازه از اینجا با درسمون شروع میشه. ببینید بچه ها این مکعب، خب این زیرش رو زمینه، رو میزه، رو هر چیزی که هست. خب اگه من اینجا یه خط افقی بکشم، این خط به من نزدیک‌تره یا زیر این مکعبه؟ خب معلومه این خط یک. یه خط دیگه بکشم، خب بعدی که به من نزدیک‌تره خط دو. از این گوشه مکعب خط بکشم، بعدی که نزدیک خط سه. حالا همین خطا رو میخوام روی این مفصل‌ها پیاده بکنم. خطی که اینجا میکشم خط شماره یک به من نزدیکتره و بعد خط شماره دو، بعد خط شماره سه، بعد خط شماره چی؟ چهار. بچه‌ها چون این لبه من نزدیکتر رفته که رفته وسط، از من یه مقدار دورتر شده. اینجا پنج، شش و هفت. خیلی خب ببینید بچه ها، هر جایی که هر جسمی که خب جلوتر باشه، شما فکر کنید اینجا ما یه جسمی داریم، این جلوی یک کره است، میاد خب جلوی اینو میپوشونه دیگه، پس خط این استوانه یا این مکعبه غالب میشه بر این کره که پشت سرشه. یه مثال بود که اینجوری شما هم احساسش بکنید. ببینید توی این حالت چون ما دیده 45 درجه داریم نسبت به این مکعبمون و این زاویه‌ای که این لوله حرکت کرده اینجا 45 درجه است، این دو تا 45 درجه وقتی به هم دیگه میخوره تقریبا میشه نزدیک خط موازی. یعنی نگاه کنید این خط مسیر حرکت این مسیر لوله با خط افق خیلی به هم نزدیک‌تره تا اینها. اوکی؟ پس اینجا ما پشت این زانویی که گرد میکنیم مطابق کرمون هیچی، این قسمت داخلیش هم گرد میکنیم. یه اتفاقی بود ما توی اون زانویی داشتیم که بهتون میگفتم یه مقدار این خط بالای نصوانه میاد روی این یکیو میگیره. در مورد این میخوام صحبت بکنم. اینجا نداریمش، پس کاملا این پشت گرد میشه و میره. حالا بریم قسمت بعد، اینجا. اینجا چطور؟ اینجا هم نداریم چون کاملا داخل این رو ما داریم میبینیم. فکر کنید که این یک بازو و ساعد یک آدمه، ما اینجا رو داریم قشنگ میبینیمش، پس اینجا نداریم همچین اتفاق. داخلش هم گرد میشه با قوس کوچکتری و بیرونش هم گرد میشه با قوسی مطابق اون کرهه. و اما اینجا نگاه کنید، این خط قشنگ واضحه که رفته پشت این، یعنی این لوله ما نزدیکتره، پس این خط تو میدونید که میاد روی این لوله رو میگیره. خب نیاید اینجا رو گرد کنید، نشربه ها، اونجایی که گرد شده این زیره دیگه دیده نمیشه، فقط این یالی از این استوانه، از این لوله که روی این افتاده دیده میشه. اونم تا کجا؟ تا بزرگترین قطر این کره، این کره. خب میایید تا اینجا و کمرنگش میکنید، بقیش باید با سایه در بیاد. پشت تمام
زانویی ها رو بچه ها مطابق کره انجام بدید، یعنی پشتنی کجا، یعنی اینجاها، این پشت ها همشون مطابق این کره میشه، هیچ رفتی به هیچ جایی نداره. پس این پشت رو دوباره گرد میکنیم، شما منظم تر، من یکم سریع تر که تایم ویدیو زیاد بشه، این پشت هم گرد میکنم. پس این ما جلوی نگرفت. حالا مالا این بالاییه چه اتفاق میفته واسه این؟ این هم چون این زانویی به این ترتیبه، بچه ها دست من رو نگاه کنید که این ترتیبه، این گردیه اینجاست، ما گردیه رو میبینیم، هیچ چیزی اینجوری نمیاد روی این، یا از مال این روی این نمیاد، همچنین خطی نخواهیم داشت. شما اینجا رو همین کوچولو گردش میکنیم، اما داریم متوجه میشیم که کجاها باید گرد بشه، کجاها باید روی همدیگه بیاد. پس این لوله از این جلوتره، این یکی هم میاد روی این، اینجا این خطا روی هم میافتن، یه داریم اینجا و میاد اینجا کمره میشه، برش با سایه در میاد، اینو پر رنگ تر میکنم، اینو پر رنگ تر میکنم و این خطا رو دیگه الان باید مرتب به هم دیگه بس کنم و یه سایه بهش بزنم. خب از اینجا بعد ویدیو رو بچه‌ها سریع می‌کنم، چون موضوعی که هست همش تکراریه، چیز خاصی نیست، فقط قراره که یه ذره کامل‌ترش کنم، یه ذره شکل و شمایلی پیدا کنه که شما بهتر بتونید درک بکنید. برای این لوله بچه‌ها من یک نوری رو از این جهت براش در نظر می‌گیرم. یک نوری رو از این جهت براش در نظر میگیرم که به این داخل لوله ها خورده و اومده پایین و این طرفی که سمت منه سایه میشه. اینجا بعد ویدیو رو تون میکنم، ببینید و تمرین بکنید، حتما یه دونه این مسیری که من کشیدم رو بکشید و یه دونه مسیری که به دلخواه خودتون باشه، مشابه این باشه، یه ذره تغییر بدید بهش. این از تمرین امروز بود، متشکرم ازتون، تا آموزش بعدی، تا فردا، خدا نگهدار.